درود به شما هموطنان عزیز، با یک برنامه دیگه اومدیم خدمت شما. اما اگه فکر میکنین که این برنامه ها برای شما خوبه و ازش راضی هستین، پس با لایک و کامنتتون از ما حمایت کنین. همچنین این ویدیو رو شیر کنین و سابسکرایب هم کنید تا دیگر دوستان هم به آگاهی برسن. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه ای از 50% هم عبور کرد و به رقم 51.3% رسیده. نرخ تورم نقطه در دی ماه 1401 به عدد 51.3% رسید. این یعنی خونوارهای کشور به طور میانگین 51.3% بیشتر از دی 1400 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردن. در این بین تورم خوراکی ها نزدیک به 70% شده. این آمار تنها بخشی از کوچکتر شدن سفره جمعیت کثیری از مزدبگیران هست. خیلی از کارگران روزمزد، جمعیت بیکاره، حاشیه نشینان و مشاغل بی‌ثبات تبعات چندگانه گرونی های حد اکثری و روزانه رو دارن به دوش میکشن. جراحی اقتصادی یه چیزی جز چپاول و انباشت سرمایه برای کارتل های اقتصادی سپاه و اقلیت صاحب سرمایه و از سوی دیگه محرومیت سیستماتیک مردم از تغذیه سالم، حق برخورداری از مسکن، حق درمان و حق زندگی به همراه نداشته. بیمارتون زیر این جراحی مرد، اکوما هم تموم شد، مرد. هنوز به فکر جراحی هستین؟ این چه جراحی بود؟ معیشت مردم رو جراحی کردین، اقتصاد رو جراحی کردین و آخر به مرگ بیمار شما منجر شد. خدا لعنتتون کنه. ویدیوی جدیدی از محمد عمرانی، هنرمند مردمی داریم با تاکید بر همبستگی ایرانیا در ادامه این انقلاب. ببینیم با هم. سالها پیش من و دو تا از همکاران عزیزم قرار شد به 5-6 تا استان سفر کنیم و کار بچه های تئاتر استان و استان های همجوارش رو ببینیم. یکی از شهرهایی که سفر کردیم شهر سنندج بود. یه روز داشتیم از هتل میرفتیم به سالن نمایش، از مرکز شهر رد شدیم، دیدم تو میدان اصلی جماعت زیادی جمع شدن. از اون آقایی که همراهمون بود پرسیدم چه خبر تظاهراته؟ گفت نه، اینا بیکارن و هر روز جمع میشن اینجا دور میدون، شاید تا شب یه لقمه نون ببرن تو سفرهشون. رسیدیم به سالن نمایش، چراغ خاموش شد، تماشاچی ها منو نمیدیدن، حواسشون به سالن نمایش بود، صحنه نمایش بود، اما من نه تماشاچی‌ها رو می‌دیدم، نه صحنه نمایش رو و نه اون جماعت بیکار تو میدون سنندج. من فقط داشتم خودم رو می‌دیدم. با خودم گفتم خدا رو شکر کن یه شغلی داری و یه لقمه نون تو سفرت میاد، برو خوش باش. خوش بودم. با گذشت زمان این خوشی محو شد و تصویر اون جماعت تو میدون سنندج تو ذهنم پررنگتر و پررنگتر شد، تا اینکه فهمیدم سرنوشت من به سرنوشت هم میانم گره خورده. من و خانوادم وقتی میتونیم احساس خوشبختی بکنیم که خواهرها و برادرامون تو کردستان، آذربایجان، خوزستان، بلوچستان، هموطنای افغانستانی ایرانیمون و تک تک هموطنامون رضایت نسبی از زندگی داشته باشن. به قول بامداد شاعر، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان. و اما تجمع اعتراضی مال باختگان تاج خودرو مقابل دادستانی قزوین که با گاز اشکاور مورد حمله اشرار جمهوری جهل و جنون و جنایت اسلامی قرار گرفت. موسیقی
ستان توجه توجه داد ستان توجه توجه آیه داد ستان توجه توجه مردی هر سدی بگو فلان شبکه پخش میکنه پخش میشه یا نه شخص میشه یا نه شما کدوم شبکه من حق منو خواب زندگی فنا شده من دخترم پرستاره این نظام پرستاری به این گفته ما حمایت میکنیم اینو شناختیم اینو برین ثبت نام کنید من اصلا شکایت دارم به کی بگم حالا بریم سراغ جشنواره موسیقی فجر که تو فلاکت و اقما مونده. به رغم شروع ماه بهمن و نزدیکی ایام دهه زجر هنوز تاریخ برگزاری جشنواره 38 موسیقی اعلام نشده. اگه 38 دوره جشنواره موسیقی فجر رو فلاکت بارترین دوره اون لقب بدیم مطمئن باشین همچین کم نگفتیم. دوره که در نخستین روز ماه بهمن و نزدیک به مراسم دهه زجر هنوز اطلاعاتی از اون منتشر نشده و مشخص نیست که تاریخ دقیق برگزاری اون چه زمانی هست. با چنین پیش زمینه هایی طبیعی هم هست که برگزاری جشنواره موسیقی فجر کار دشوار به نظر بیاد و عمده هنرمندان به سمت تحریم شرکت کنن. جشنواره موسیقی فجر البته برخلاف دو جشنواره تئاتر و سینما تو دوره های گذشته عموماً با استقبال کم هنرمندان شناخته شده موسیقی روبرو می شد. مثلا شجریان، علیزاده و مشکاتیان هیچ وقت تو این جشنواره ها برنامه ای اجرا نکردن و هنرمندان دیگه هم با بیمیلی یا در مقاطع خاص مثل پس از دوم خورد داتون حضور پیدا کردن. به همین دلیل این جشنواره هیچ وقت جدی گرفته نمیشد، چرا که مثل جشنواره تئاتر فیلم فجر تأثیری تو رشد و توسعه موسیقی نداشت و عملا فقط یک جشنواره برنامه پرکن و در از بودجه پرکن بود که بخوان فقط پولی بگیرن. همین جو رو باید تو فضای تنش‌آلود کنونی که بر سپهر هنری ایران سایه انداخته در نظر بگیریم. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که جشنواره موسیقی فجری که همه چیز اون از دبیر تا شورای سیاست‌گذاری و گروه‌های شرکت کنندش در ابهام و تعلیق و سرگردانی قرار دارن و بیخبری محض بر اون حاکمه چطوری چنین روزهای دشوار و فلاکتباری رو میتونه از سر بگذرونه. به نظر من که این جشنواره ها و عدم حضور هنرمندان در این جشنواره ها میتونه تو دهنی محکمی به این نظام فاشیستی باشه. روز دوشنبه سوم بهمن ماه و چند روز بعد از رأی پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجریای شبکه 3 صدا و سیما اومدن یه حرکت زدن به قول خودشون. لباس سپاه پوشیدن و شروع کردن برنامه اجرا کردن. مجری این برنامه با تجلیل از قدرت سپاه پاسداران مدعی شده هر جا آمریکا و اسرائیل در غرب آسیا شکست خوردن دست سپاه در کار بوده. جمهوری اسلامی به خدا قسم اسیر توهمات خودشه. اگرچه مدت هاست که این گندگوزی ها حتی مصرف داخلی هم نداره، ولی حالا انتقام سخت قاسم سلیمانی تنها سوژه جوک و خنده مردم و فضاحت حاکمانه. خلاصه که میکروفونا بازه و حرف هم باد هواست و هیچ خرجی هم نداره و این گندگوزی ها توسط حکومتی که تنها در برابر مردم بیدفاع ایران و به زور اسلحه قدرت مانور داره ادامه داره. لباس هایی که ما امروز افتخار داریم که برتن کردیم و این لباس سبز قشنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برازنده تن این عزیزان ما جسارت نکردیم خدمتشون برای پاسداشت این عزیزان به تن کردیم امروز ماجراش چیه؟ خب در 14 گذشته هر کجا در منطقه غرب آسیا به ویژه آمریکایی ها و اسرائیلی ها شکست خوردن، رد پا رو که دنبال میکنی حتما 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 نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اونجا میدرخشه. هر کجا که این دو دشمن پلید به سر مردم میخواستن که حملهی بکنن، عملیات تروریستی داشته باشن، یا مثل اتفاقی که در خلق داعش افتاد میخواستن که خلاصه یک تحرکاتی داشته باشن و مردم رو به جون همدیگه بندازن، حتما نام آمریکا و همپیمان کثیف خودش اسرائیل وجود داشته و در مقابله با اونها هم کسی حاضر نبوده و حریف و رقیبی نبوده جز بر بچه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. چه اینکه اگر داعش در منطقه ما از بین رفت، تنها و تنها به مدد
تلاش‌های شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران ایشون در سپاه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. این البته مربوط به همین اواخر نیست. نقش آفرینی های سپاه قبل‌تر از ابتدای انقلاب هر کجا که اتفاقی می افتاد، بحث گروهک ها بود، بحث منافقین بود، هر کجا که فتنه ای رخ می داد، خاموش کننده اون فتنه بچه های سپاه پاسداران. سپاسگزاریم که تا پایان این بخش با ما همراه بودید. تا درود دیگر، بدرود.